سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه در هر نقطه این کره خاکی که قادر به دریافت تصویر و صدای این شبکه جهانی هستید. فرامرز فروزنده هستم و با برنامه دیگری از مجموعه نسیم شمال در این ساعت در خدمت شما عزیزان. جمهوری اسلامی می رود تا به یک مقام شامخ جهانی در سال 2011 نائل شود. جمهوری اسلامی در رقابت با چین می کوشد تا گوی سبقت را در اعدام هموطنان ما در ایران برآباید. به گفته دادستان تهران همکنون 300 نفر در شهر تهران در انتظار اعدام به سر می برند. این در حالی است که اعدام دست جمعی در نقاط مختلف ایران برای بریدن نفس مردم کماکان ادامه دارد. جمهوری اسلامی اخیراً در زندان وکیل‌آباد مشهد دست به یک اعدام دست جمعی زد و این اعدام‌های دست جمعی اکنون حربه تازه است در دست رژیم تا سکوت و خفقان حاکم بر کشور ما را تشدید کند. به راستی آیا اینها راهی به جایی خواهند برد؟ آیا با اعدام و کشتار که شیوه جاری و ساری رژیم جمهوری اسلامی ایران از بد به استقرار این رژیم بر کشور ما بوده است می توانند مردم را ساکت کنند؟ پاسخ بسیار روشن است. چنین چیزی امکان پذیر نیست. جمهوری اسلامی عنان اختیار خود را از دست داده است. نه رهبر آن دارای حرمت سابق است و نه رئیس جمهور آن و نه مجلس آن. همه اونها به هم ریختند و این نتیجه ساختار منحط مذهب شیعه است که در کشور ما 32 سال است حکومت میکند. به راستی ما در خارج از کشور چه باید بکنیم؟ در خارج از کشور به خصوص در کشورهای اروپایی و شهرهای مختلف اروپا اعتراض به اعدام‌های فردی و دست جمعی در ایران ادامه دارد و کار این اعتراض‌ها کار را بر جمهوری اسلامی ایران دشوارتر می‌کند. باید به این حرکت‌های اعتراضی پیوست و صدای مظلومان اسیر در زندان‌های ایران را به گوش جهانیان رساند. در برنامه امروز که برنامه ویژه‌ای است، میهمان گرانقدر من استاد بهرام مشیری است و در این برنامه به دین و نقد دین پس از تماشای یک ویدیو کلیپ در مورد اعدام در ایران خواهیم پرداخت. با ما باشید. بینندگان عزیز، همونطور که در شروع برنامه عرض کردم، موضوع برنامه امروز دین و نقد دین هست و این کارو در کنار همکار ارجمند خودم آقای بهرام مشیری انجام میدیم. جناب مشیری خیلی خوش آمدید. درود بر شما آقای فروزنده، خیلی خیلی سپاسگزارم من دعوت کردین. درود میفرستم خدمت هموطنان، همزبانان، بزرگواران هر جا که هستید. آقای مشیری، امروز میخوایم به دین بپردازیم و چرا امروز این ضرورت وجود داره تا به نقد ادیان بپردازیم. ابتدا من فکر می‌کنم باید یه سری واژه‌ها رو تعریف کرد، نگاهش کرد. بله بله آقای فروزنده، شما همین فیلم‌هایی که نشان دادید من رو به یاد سخنی از راسل انداخت. برتراند راسل میگوید نگوید این آخوندها بد هستن، اصل قضیه خوب بوده است. میگوید که چارچوب کار رو بنیانگذاران دین گذاشتن، اینها مجریان هستن که اون کار رو انجام میدن. همین صحنه سنگسار که ملاحظه فرمودید که وحشیانه ترین، سبعانه ترین، غیر انسانی ترین وجهی است که ممکن است یک کسی رو تنبیه بکنن. این عرض میکنم که یادگار اسلام عزیز هست، اسلام پربرکت، که البته از یهود گرفته. به لحاظ اینکه ما میدانیم که این اسلام عزیز التقاطی است از آیین یهود و آیین زرتشت و درآمیخته با فرهنگ عرب. این داستان جنایت فجیع که حقیقتا تن انسان میلرزه و پشت انسان به لرزه در میاد در این روزگار، اون زن بیچاره در میان اون سنگ ها، اینها رو ما از دین داریم آقای فروزنده، از دستورات دین داریم، از احکام دین داریم. هر کاری که اینا کردن تا به امروز که طالبان کرده است
و آخوندهای خودمان کردن، هیچ کدامش غیر اسلامی و غیر دینی نبوده است. این یک مطلب. فرمودی تعاریف اساسا ریلیجن زبان انگلیسی و دین تعریفی جز این دارد. در واقع دین یعنی مذهب و اندیشه دینی مذهبی عبارت است از اندیشه کاملا فراسوی قضایای مادی جهان و پرداختن به معنویات. اینو میگن تفکر دینی. اسلام چیز دیگری است. در واقع به گمان من اسلام دین نیست، بلکه یک حزب سیاسی بوده با تقلیدهای از دین. یعنی شما تصور بفرمایید که یک عده‌ای یا یک کسی بیاید و یک پیشنهادی به شما بکند برای اینکه آیین رو بپذیرید. خیلی خوب، رسم چنان بوده است در اون چه ما در داستان‌های بنیانگذاران دین دیدیم، در داستان‌های ادیان ایرانی، ادیان هندی یا همین ادیان ابراهیمی به قول معروف، که این بوده است که کسی عرض می‌کنم مطلبی رو عرضه می‌کرده، بعضی کسان می‌پذیرفتند، بعضی کسان هم نمی‌پذیرفتند. اما اجبار و الزام و تحمیل و وحشت و قتل برای پذیرش دین رو اسلام آغاز کرده. یعنی شما اگر که مطالبه فرمایید که زندگی بنیانگذار اسلام در مکه به مدت 13 سال همه این سخنان رو گفته، سخنان شاعران است، لمسی از انسانیت هم دارد البته، اما وقتی رو نپذیرفتن و بیرون کردن، ایشان طرح قتال و جدال و تحمیل. من میخوام خدمت شما عرض کنم که کل عربستان با فشار و اختناع و قتل عام تسلیم شده. ما این رو نمیدانستیم بچه بودیم. یعنی بعد از رحلت بنیانگذار اسلام همه این اعراب بادیه بازگشتن به دین اجدادی و اینجا لشکرهای آماده رو ابوبکر فرستاده قتل عام کردن اعراب رو، به زور پذیرفتن. در واقع این اسلام همون مایه تسلیم هست، تسلیم. بعد کل ایران تا مرز چین با قتل عام و غارت از میکنم تسلیم شده است و همچنین از آفریقا. بله، این است که میخواستم به شما عرض کنم که این داستان اسلام با همه مذاهب بسیار بسیار تفاوت دارد. یعنی در اون عنصر زور هست، عنصر تحمیل هست و اعمال غیر انسانی هست، مغالطات شگفتانگیز هست که البته با عرض میکنم که تعبیر و تبیین و تفسیرهایی که دوستان میکنن یک لاپوشانی میخوان همواره از این کاستی ها و عرض کنم که در بطن اسلام هست بنماید. این نمونه ها شما دیدیم. اگر بخواییم فرمودید که اسلام یک التقاطی است از یهودیت، بله، و زرتشتیت، بله، از هر کدوم چیا رو گرفته؟ ببینید تمام مراسم و مناسکش چیز است، یهودی است. ساختار دینی زرتشتی است. خدمت شما عرض میکنم ساختار اسلام یه الله دارد، بهشت و جهنم، فرشتگان. این ساختار آیین زرتشتی یه از مخترعات خود ماست در واقع، که البته شما میدانید که در آیین یهود مرگ پایان زندگی است. در تورات کوچکترین اشاره‌ای به زندگی بعد از مرگ نیست. از طریق در واقع این میشنری های زرتشتی است که به اطراف اکناف مصر و جاهایی سفر کردند و اندیشه های فلسفی زرتشت رو گسترش دادن، وارد مسیحیت شده است و وارد اسلام شد. بنابراین ساختار کلیش از نظر ساختمان دین زرتشتی است، به لحاظ عرض میکنم پایه های احکامش. اینا همه یهودی است، به جز جهاد و زکات هیچ چیزی در اسلام اصیل نیست که از خودش باشه. روزش، نمازش، عرض میکنم که سایر مراتب هست، چه بخوریم چه نخوریم، ختنش، حلال بودن فلان حیوان، حرام بودن فلان حیوان، همه مراتب رو عرض میکنم که از آیین یهود گرفته. یک کپی برداری هست از آیین یهود، متکی هست به دین یهود، میگوید من اینها برادران من هستند، یوسف برادرم، موسی برادرم. به نوعی هر دو دین رو مصادره کردن و در این عرض میکنم قالب اسلام ریختن. این حقایق امور هست و اعراب هم نپذیرفتن. این است که قتل و غارت و اینها شروع شد و گرفتن سر گردنه ها و زدن اموال اینها و زور و اجبار و در همزمان با زور و اجبار تحریک کردن زشت‌ترین ابعاد حیات اعراب، یعنی بهره کشی جنسی و سرقت اموال، گرفتن غنیمت. بنابراین یک نیروی جنگی درست شد
به طمع گرفتن اموال مردم و همچنین بهشت موعود. حالا من وارد قضیه نخواهم شد، شایدم به بد نباشد که بگوییم که اساسا سرچشمه دین در پیدایش ضعف انسان بوده است، ترس بوده است و طمع، و امروز هم ترس است و طمع، ترس و جهل، ترس و طمع. اما ترس پایه اصلی این است، به خاطر که انسان همواره، البته دین یادگار روزگار قدیم هست، روزگار نادانی انسان هست، و به قول شوپنهاور چند بار خدمت هموطنان عرض کردم که انسان نادان بود، چیزی نمیدانست، متحیر بود، شگفت زده بود، به این آسمان ها نگاه میکرد و مرتب خودش سوالات فلسفی میکرد که ما که هستیم، کجا هستیم، برای چه آمده ایم، به کجا میرویم. بله؟ و بعد اجازه بدین مطلب تمام کنم. بعد چون این سوالها علمی نبود و سوالها بی جواب ماند، آدم های پیدا شدن که آمدن گفتن سلونی قبل ان تفقدونی، من از اون بالا اومدم، سوالو از من بکنید، و سوال میکردن، همواره توضیح مربوض، همواره سخنان نادرست و به لحاظ علمی غلط میگفتن، اینا بیچاره میپذیرفتن. توجه میفرمایید، این داستانش بوده. یعنی اگر انسان دانشی میداشت که فرض کنی ستارگان چگونه هستن، از باب خلقت چگونه بوده، ما اینا رو قرن 18 19 فهمیدیم. یعنی تا قرن 18 انسان آب رو هم نمیشناخته، اکسیژن رو نمیشناخته، علت سوختن اشیاء رو نمیدانسته. متوجه هستم هستین؟ اینها رو علم گشوده. بنابراین در انسان در منتهای نادانی و ضعف این است که یک جای خالی در ذهنش برای پذیرفتن این داستان ها داشته، تا به حالا اونجا که به اسلام مربوط است اعراب نپذیرفتن، ایستادگی کردن. یعنی سخنان الله اونقدر مستدل نبود که اعراب مکه بپذیرن. بعد با شمشیر آمدن و فتح مکه کردن و از ترس شمشیر اعراب بزرگ شدن. ما را هم که غارت کردن مدت 700 سال و کل آفریقا و این منطقه، یعنی شرق آفریقا و کل ایران تا مرز چین به ضرب شمشیر غارت و دزدی اینها عرض میکنم که به آیین منور اسلام وارد شدن. جناب مشیری، اشاره کردید که داستان بهشت و دوزخ این رو از آیین زرتشت. بله بله بله. حالا پرسش من از شما این است که آیا خود زرتشت، چون اون چه که از زرتشت مستقیما داریم اگر اشتباه نکنم گاتهای زرتشت هست. بله، این حرف در اونجا نیست. درست فهمید. در دین زرتشت هست، یعنی در اوستا هست. بله بله بله. یعنی ساخته ایرانیان هست به نام زرتشت. Absolutely. درسته؟ Absolutely. بنابراین این تا چه حد تونست، چطور تونسته نفوذ بکنه؟ یعنی محمد تا آیا با این ترتیب آشنا بوده با تعلیمات زرتشت؟ بله، عرض میکنم خدمت شما. ببینید، مطلبی که فرمودین صحیح هست. یعنی ما وقتی رسیدیم به روزگار ابتدای ساسانیان، بعد از قریب 600 سال حکومت تقریبا آزاد اشکانیان، که اینا سختگیر در زمینه دین نبودن، به جهت اینکه فکرشون رنگ یونانی داشت. اینا بعد از اسکندر و در واقع سرداران او آمده بودن و نفوذ تفکر یونانی بود. این است که با تولید مسیحیت در اروپا، این دوستان ساسانی ما که از اردشیر آغاز شده است، گفتن که ما هم باید یک چتر ایدئولوژیک داشته باشیم که بتوانیم در مقابل اونها ایستادگی بکنیم. یکی از اندیشه ها این بوده. بنابراین با شدت و حدت تمام و با خشونت بسیار، حتی ما یک جنایتکار بزرگ به نام کتیر داریم که بسیار از خلخالی بدتر بوده. بنابراین اینا جمع‌آوری عرض میکنم اوستا کردن و به جای رسیده است که این اوستا در واقع اون اوستای و سخن زرتشت نیست. هرچی علم و معرفت میاموختن در این کتاب وارد میکردن. اون چه اصیل هست در واقع همون گاتاها هستن که از اشو زرتشت هست و ما بقیه کتاب رو عرض میکنم که افسوده شده است، در واقع به صورت یک سنت و یک دین در آمده. و اینکه فرمودید ناراضیان روزگار ساسانی بسیار بودن که میگریختن و ما بایستی تاریخ جزیرة العرب رو بدانیم. اینجا یه مکانی بود آزاد با مردمانی آزاده، یعنی جزیرة العرب. بله. و در اونجا من توصیه میکنم که هموطنان که دو مجلد بسیار بسیار علمی عرض میکنم که جمع‌آوری ام شریف در همین هند هندوستان شده و به انگلیسی است، فکر میکنم شاید هم به فارسی هم ترجمه شده باشه. دو چپتر، یعنی یک چپتر اول بخش فصل اول توضیح میدهد شرایط اجتماعی عربستان. در اونجا یهودیان بودند، در اونجا مسیحیان بودند، در اونجا همه ادیان و اندیشه های ایرانی و غیر ایرانی و هندی اینها جمع بود. و فزون بر این ما شخصیت هایی داریم مثل سلمان فارسی که این بزرگترین ادوایزر بنیانگذار اسلام بوده،
که ابتدا زرتشتی بوده، آیین شعبت کرده و چه و چه، رفته اونجا اسارت گرفتن، ایشون رو خریدن به نزدیک، که حتی میگوید که سلمان از من است، اونقدر نزدیک بوده و نه تنها به او یاد میداده است آیین زرتشت رو به درستی، بلکه مشاور جنگی او هم بوده، در واقع از شیوه های و تاکتیک های جنگی ایرانی که بسیار پیشرفته بوده او یاد میداده. حالا یه نمونهش عرض میکنم در موضوع خندق، جنگ خندق، که من حیث المجبو اعراب مدینه دو بار به اینها حمله کردن، جنگ دفاعی بوده، بعد از این کاروانهاشون میزدن و گروگان میگرفتن و سر میبریدن و آدم میکشتن، دو جنگ اینا، یکی جنگ خندق هست و مشهور است که عرض کنم که وقتی امر آمده است سوار بر اون اسب به نام محلوب میگوید که به خدای کعبه سوگند که این کار پارسیان است. مقصود این است که سلمان پارسی حتی تا جایی رفت پیش رفته بود نفوذ سلمان که اعراب میگفتن این پارسی به ایشون یاد میده چی بنویسه، که در قرآن به صراحت میگوید این مرد پارسی است، یعنی که مثلا عربی نمیدونن. جان مشیری، با این ترتیب محمد دین رو میاره که با و روشی رو میاره که دموکراسی موجود و اون تنوع فکری رنگین کمان جزیره العرب رو نابود میکنه. درود بر تو. اینطوره؟ بله کاملا. ببینید این اعراب بیابانی بودن بله، ولی اشراف در میان اینها بود، فضلا در میان اینها بود، آدم های بزرگ داشتن اینها، ما رو از بچگی شستشوی مغزی دادن و با این برچسب های بیهوده و نادرست میگن دوران جاهلی، دوران جاهلی. آقا هر چه آدم بزرگ ما در اسلام داریم پروردگان جاهلی است، علی، عمر، ابوبکر، ابو عبیده جراح، همه رجال بزرگ اسلام استخوناشون در جاهلی ساختن. پس جاهلی نبوده، پس جاهلی نبوده، شعرهای بزرگ داشتن، اینا صاحب تاریخ و فرهنگ بودن، در واقع فضیلت های انسانی خیلی خیلی خوب داشتن، مثل فتوت، جوانمردی، پناه دادن در واقع ضعیف و مهمون نوازی و دلاوری فضیلت های عرب بوده. اما اسلام که آمده است برای اینکه خار بکند روزگار عرب رو و توجیه بکند همه این قتل ها و غارت ها رو و تخریب ها رو، اینها آمدن گفتن جاهلی جاهلی. بعد که پرسیدن مفسرین و عرض میکنم که کسانی که در این کار هستن و دائم در حال مالکیشی هستن، گفتن نه تنها در عرب جاهلی بوده، کل جهان بشر در جاهلیت مطلق بوده است، از تمدن مصر و چین و ایران و غیره تا اینکه جهان به نور اسلام منور شده است و درست شده. بله خیلی حرف زیبایی زدید، اونجا آزادی بوده، آزادی دینی. ببینید اعراب ممکن بود بستر یک شطور با هم دعوا بکنن، بسیار دیده شده است که فرض کنید یک شطوری رفته بیرون، چون زندگی اعراب با شطور بوده، ما بخوایم اعراب روزگار قدیم بشناسیم واسه شطور رو در مرکز بگذاریم، از نظر اقتصاد، از نظر حمل و نقل، زندگی اقتصادیش با این حیوان بوده. اگر که از کنن در ایران هم اسب بوده، در اونجا شطور، در این واسه در چه جغرافیایی دواری، وقتی که یک شطور رفته بیرون، ابن اسید یک جنگ بزرگ عرب رو برام گزارش میکنه، جنگ های پیش از اسلام، میگوید که یک عربی، یک بچه‌ای یه تیری انداخت خورد به پستان شطور و شطور خونالود آمد، این باعث جنگ خونین شد بین دو قبیله. اما جنگ دینی مذهبی ما نمیبینیم، جالب اینجاست، یعنی همین کعبه به همین وجهی که هست، این مراسم و مناسک که حج و همه اینها کار جاهلی است، در واقع کار روز هیچی محمد اضافه نکرده، تنها چیزی که اضافه شده است که اگه او میگفت یا لات یا عزا، میگاد یا الله یا الله، تبریز بر بودید، همین مناسکی بود است که بود. بنابراین تبری ما میگوید که 360 بت در این کعبه بود و اینها و به علاوه چند بت بزرگ دیگر مثل فرض کنید که لات و عزا و هبل و اینها به داشتن، جز اینها بتخانه های دیگر هم داشتن که به آزادی می آمدن. این ماه های حرام، ماه های حرام یعنی این که اعراب به محضی که ماه های حرام می رسید شمشیرها رو می آویختن، روزگار صلح و دوستی می رسید، خرید می کردن در بازار اوکاز و جاهای دیگر، خصومت ها رو کنار می زاشتن، آشتی می کردن، یه در واقع فستیوال شعر داشتن که اعراب قصاید خود رو می خواندن و بهترینش رو به خانه کعبه می آویختن و بعد به زیارت بت‌ها می آمدند و می رفتند. یعنی چهار ماه خونریزی مطلق نبود و هیچ کس پیدا نشده است که بگوید بت من از بت تو بهتر است، یا اینکه من به واسطه که بتم چشماش یاقوته به تو برترم چه چیزی نبود. بنابراین یک تحمل و تساهل فوق العاده ای رو ما در کار دین می بینیم. اما اسلام که پیدا شده است در واقع همه اینها رو از میان برده،
در واقع پیشرفت اسلام با تخریب معابد دیگران آغاز شده. شما ببینید که چقدر وحشتناکه. شما معابد دیگر رو عذر میخوام از سویه تمام بکنم برده و اینها رو یک دست و یک پارچه عرض میکنم که زیر یک پارچه در برده است و تلون تفکر رو در از میان برداشته. همه گفته شما از عیسی هستین، هر کس هم نست او رو بکشید یا به زور به اسلام وادار کرد بکند، کما اینکه عرض کردم ابوبکر کرده و شده است که در واقع اون تلون فکری که طبیعت این بیابان ایجاب میکند که عرض کنم که اینا چیزی باشن، اینها رو از میان ورته برده. بله درست گفتی آقای مشیری. به یک سوال میرسیم، تا قبل از پیام‌های بازرگانی میخواستم توضیح بدی. بنابراین این که اسلام معتقد است با اومدنش برای زن حقوق فوق‌العاده‌ای قائل شدی قبلا وجود نداشته، این در تضاد با این صحبت‌های شما قرار می‌گیره. بله. یک جامعه پیشرفته، بله، پیشرفته‌ای که شما می‌فرمایید که از نظر فرهنگی این همه همگونی رو تأمل، بله، می‌کرده، بله، این به غیر منطقی به نظر میاد که در مورد زن بچه‌های دخترشون رو در آغاز دفن بکنن، به خاک بسپرن و حقوقشون رو نادیده بگیرن. یک سر دروغ آقای فروزنده، کامپلیتلی دروغ این داستان. به شما عرض می‌کنم چگونه است. ببینید، زن رو اسلام زنده به گور کرده، یعنی من با قاطعیت خدمت شما در این دوربین نگاه میکنم و عرض میکنم زنده این دوربین کدام دوربینه؟ این دوربینه، این دوربینه، حالا هر کدام که هست زنده به گوری زن رو اسلام آغاز کرده و هنوز زن در اسلام زنده به گوره. زنده به گوری یعنی یک گونی به سر او بکشیم، بیاندازیمش از فعالیت های اجتماعی یک سره بیرونش بکنیم، حقوقش رو در نظر نگیریم. و خدمت شما ببینید تاریخ زنها رو یکم اشاره بکنم. ببینید، زن در تاریخ عرب به وشی نبود است که گفتن. در باب زنده به گور کردن مواردی بوده است، بسیار شاذ و نادر بوده. امروز در هندوستان هست، بچه های دختر رو میگذارن اونجا تا گرسنگی بمیره. دلیلش هم فقره، به جهت اینکه در هندوستان همه مخارج عروسی بر عهده دختره. در چین به قول اینجا میگن ابسشن، یک ابسشن عجیبی برای پسر دارن. من یک دوست آمریکایی داشتم، یه خانم جوانی بود، در چین سالها بود برای استیت دپارتمان کار میکرد، مترجم چینی اون دسک بود. به من میگفت که ما اونجا که میرفتیم تعجب کردیم که صبح به صبح که این کارگرای شهرداری میگردن در این زباله ها رو خالی کنن، بچه های نوزاد دختر میبینیم، به خاطر این پسر میاندازه دوست دارن. ما نمیتوانیم جامعه چین رو جاهلی بنامیم یا وحشی بنامیم که این کار رو میکنن. این یک چیز فرهنگی منحوسی باید از بین بره. در روزگار عرب نه تنها چنین نبوده، بلکه دختر سبب در واقع قوی تر شدن قدرت قبیله از طریق ازدواج می شده. شما اگر نگاه بکنید از صدر اسلام تا علی، اینا همه به هم دختر این زن اون است، خواهر اون زن این است، اینها و به طریق ازدواج هست. و اتفاقا برعکس، شما در تمام دیوان شعرهای عرب در روزگار جاهلی هیچ چیز زن ستیز نمی بینید. سهل است که در صفت زیبایی های زن، چه قصاید زیبا، چه اشعار زیبا، و اعراب زنان رو بسیار بسیار دوست داشتن و زن میتوانست به واسطه صد نبودن راهش بتواند به بالاترین مراتب اجتماعی برسد. نمونهش خدیجه بنت خویلد، زن اول رسول، مگر بزرگترین تاجر نبود؟ آیا بعد از اسلام محمد شما یک زن تاجر در تمام تاریخ اسلام سراغ دارید؟ امکان ندارد. یا ما یک زن داریم که در واقع ادعای پیغمبری کرده و در اندک مدتی، در سجاه اندک مدتی 30,000 نفر بدین زن گرویدن، یعنی قبول میکردن که این زن پیامبر است، درسته؟ یا ما عایشه رو داریم، عایشه بنت ابی بکر یا ابو بکر، که این زن زاده همون در واقع مقطع اسلام و جاهلی هست، اما ذهنیت همون ذهنیت هست، نتوانستن به او تحمیل بکنن اون محدودیت هایی که بعد اتفاق افتاد. این زن لشکرکشی کرده، الان در تاریخ جهان مایه افتخار زنان یکیش عایشه است، فرماندهی 30,000 لشکر عرب رو به عهده گرفته و اعراب به فرمان او گردن نهادن و در جنگ جمل بیشتر از 30,000 نفر کشته شد و فرمانده هم عایشه بود. آیا شما بعدش کسی یعنی سراغ دارید؟ یا یک دختری داریم به نام سلما که این رو به طبق معمول گرفتن و آوردن و برده کردن، چون اسلام هم برده فروش بوده هم برده میکرد، از طریق زندگی میکردن. مدینه منوره بزرگترین مرکز برده فروشی بوده، حالا نمیدونم نورش از کجاست. این دختر رو میگیرن
و میآورن و کلفتی و عرض میکنم که رسیدگی به شترها و شستشوی لباسها و این زن بزرگواری بود، از تبار بزرگان بود. میگوید ای عایشه اجازه میدین من برم به قبیلم سری بزنم و پدر مادرم هم مسلمان بکنم؟ میگه اشکالی نداره، بهش مرخصی میده. به محض رسیدن فرماندهی یک سپاه جنگی رو این زن بر عهده میگیره و چندین بار سپاه اسلام رو شکست میده که مجبور میشه من بزرگترین جنرال اسلام که خالد بن ولید باشه به جنگ این زن بفرستن فرماندهی میکنه. شما بعد از اون دیگه چنین چیزی سراغ دارید؟ این اسلام عزیز با قوانینش و همین حرفایی که در باب زن زده برای ابد زن رو فروتر از مرد قرار داده. به صراحت همین 32 یا 33 سوره نساء هست که الرجال قوامون علی النساء و به ما فضل الله بعضی بلا بعض که توی چیز هست، این برای همیشه زن رو سیتیزن درجه دو قرار داده. اول اینکه باید شما یک پاچه سیاه به سرش بیندازی، در ارث این چنین، در شهادت اون چنین. مسخره است که شهادت زن، چون میگن عقل نداره و عقلش کمه و مولای متقیان صراحتی دارد در این بار که زن عقلش کم است، این چشمش نمیبینه زن، یعنی به لحاظ بیولوژیک هم خرابه دیگه زن. چون شما میدونید که در قوانین حساب پر برکت شهادت دو تا زن برای یک مرد و اندازه یک مرد، درسته؟ بله. این است که این سخنان بیهوده و لاطائل رو که به ما گفتن و خورانیدن که زن همه اعراب دخترانشون رو به گور میکردن و اولا خونده، اسلام پر برکت آمد نشانده. آقا این چه داستانیست؟ این یک دروغ تاریخی بزرگیست به جهت ما زنان بزرگ رو میبینیم. حالا الحمدلله به حمدلله و المنه آخونده وجود خدیجه نمیتونن این کار بکنن، یا سجاه که دعای پیغمبری کرد و 30,000 نفر پیرو پیدا کرد، اصلا میسر نیستن روز چنین چیزی. بنابراین برای ابد از زمانی که احکام اسلام در باب زن به طور جزمی و قطعی جای افتاد، زن از صحنه فعالیت‌های اجتماعی سر بیرون رفت. حالا من می‌خوام یه مطلبی دیگر هم بگم خدمتتون که گفتم اصلا ما تاریخ عشق در اسلام نداریم. شما یه عاشق بزرگ در اسلام نشون بدید. حالا یک نویسنده خارجی میگه ببین اینا چه بدبختایی هستن این مسلمونا که بزرگترین داستان عشقیشون عشق مرد 57-8 ساله است به یه دختر 7 ساله که خود حضرت باشه، یا عایشه بدبخت بیچاره 7 ساله رو یا آقا عاشقش بوده. میگن اینم داستان رمانتیک مسلموناست. ببینید ما تمام داستان‌های عشق مربوط است به قبل از اسلام. در تاریخ ما خسرو شیرین، شیرین فرهاد، ویس و رامین، همه به جهت اینکه بعد از اینکه اسلام آمده زن که میری میخری، آقا چیزی که شما میخری و اینقدر در دسترس هست و همین امروز هم شما شیوخ عرب رو میبینید که راه افتاده 10-15 نفر سیاه‌پوش به دنبالش، این ارزش عاشق شدن نداره آقای فروزنده. عاشق کسی میشین؟ مولانا چنین چیزی مولانا میفرماید که آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس. شما که بتوانی 70 سالت باشه به دختر 9 ساله رو بگیری یا هر چی دلت میخواد بگیری، 4 تا بگیری در اون نمیدونم سنت هر چی دلت میخواد سیغه، این عاشق هم چیزی نمیشی، درسته؟ بنابراین شما یک داستان عشقی رمانتیک در تاریخ اسلام پیدا نمیکنی و به همین دلیل این اصولا عشق جایی در اسلام نداره. نه نداره دیگه، در قرآن هم نیست اصلا عشق جایی نداره. درود بر شما، اصلا عشق جایی نداره. و پدران ما ایرانیان بزرگوار عرض می شود که نشستن این خشکی و جمود رو بر نمی تافتن. یعنی یک دین آمده بیابانی با اندیشه بیابانی، آدمهای بیابانی، تفکر بیابانی، خداش بیابانی، اینا آمدن. بنابراین این جمود و خشکی رو با تصوف خواستن که این رو چکار بکنن؟ قابل تحمل بکنن و دورش بزنن. بنابراین این فرهنگ عشق در فرهنگ ایران زمین، مکتب عشق، یک مکتب بسیار بسیار عظیم و انسانی است که به میان آمده و در اسلام شما در همه قرآن واژه عشق رو پیدا نمی‌کنید. بینندگان ارجمند به پیام‌های بازرگانی تلویزیون توجه می‌کنید. برمیگردیم. بهرام مشیری واقعاً کیست؟ یک شخصیت اسلام ستیز به جنگ اسلام آمده است یا به نقد دین نشسته است؟ آیا بهرام مشیری واقعا معتقد است که دین در جایگاه بشر امروز جایی ندارد، یا در مورد جایگاه و مکان دین بحث می کند؟ با هم پس از پیام های بازرگانی پاسخ آقای بهرام مشیری به این سؤال رو خواهیم شد. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه نسیم شمال این ساعت در خدمت آقای بهرام مشیری هستیم و
و من منتظر دریافت پاسخ پرسشی هستم که قبل از پیام‌های بازرگانی از آقای مشیری مطرح کردم. آیا بهرام مشیری شخصیت دین ستیز است؟ ورای ستیزیدن و جنگیدن با دین آمده است؟ به دین اعتقادی ندارد؟ معتقد است سعادت بشر در بیدینی است؟ و در فردای ایران اگر اندیشه های بهرام مشیری و اندیشه های از نوع بهرام مشیری بخواهد حاکم شود، آیا اهل دین در معرض خطرند یا خیر؟ بله آقای فروزنده، ببینید این صحبت دین ستیزی یک سر خطاست. من فکر میکنم اگر که گندگویی نباشد یک آدم عدالت‌خواه آزادی خواه هستم. آزادی خواه یعنی اون کسی که برای مردمش آزادی بخواهد در همه جمع. آزادی قید و شرط ندارد، غیر شرط رو فقط قانون معلوم میکنه. بنابراین بایستی ما به یک جامعه برسیم که یهودی، که بهایی، که بیدین، شیعه و سنی، هر کسی به هر دینی و آیینی بتواند کار خودش انجام بده، به اون چیزی که معتقد هست به تمرکز کنه، برای اطلاع روحش، برای ارضای خاطرش، به هر دلیل که ببسن. بنابراین ما دین ستیزی نمی کنیم اینجا. ما داریم مانع آزادی رو نقد می کنیم. مانع آزادی امروز در کشور ما حکومت فاشیستی دینی است. اگر بنشینیم بگوییم که این آخوند خوب است، اون آخوند بد است، درست مثل که یک شجره خبیثه ما داریم اونجا که داریم ما با شاخه‌هاش بازی میکنیم. ما باید برگردیم ریشه این دین رو، فرصت به دست ما آمده. آقای فروزنده، هیچ ملتی تا این حد پرداخت نکرده برای این دین. اینا یه قرآنی برای ایرانیان آوردن که هیچ که ازش هیچی نفهمید. 656 سال مملکت ما رو غارت کردن، صدها هزار نفر ایرانیان رو کشتن، دختران نوجوان ایرانیان رو بردن ریپ کردن و فروختن. امروز دوباره این سرطان برکشیده و نگاه بکنید به این وضعیتی که شما این همین تابلوهایی که نشون دادید از دار کشیدن. قیمت سنگینی ما برای این دین پرداختیم. مدنیت ما رو از میان برداشتن، بزرگواری ما رو از بین بردن. ما سنگین ترین قیمت ها رو پرداخت کردیم. بنابراین امروز که دوباره این عود کرده، در واقع ما باید بتوانیم این رو نقد بکنیم، نشان بدهیم اون مشروعیتی که اینها برای متصور هستن، اون مشروعیت رو دارا نیستن. یعنی سخنانی که میگوین پای و اساسی درستی نداره و باید این دین رو دوباره شناخت. وقتی این رو بشناسیم اینها رو میشناسیم، میتوانیم بین مبارزه بکنیم. بنابراین مخلص اینجا درود میفرستم به همه مؤمنین، به هر دینی که هستن. اساسا نگاه من به جهان دینی نیست، اما با این اسلام ما مشکل داریم. امروز شما نگاه کنید این صحنه های فجیع، حیثیت تاریخ ما رو میبره. یک کسی که از دور نگاه میکنه، یک زن خونالود نشسته، یک عده اجامر و اوباش جاهل سنگ ها برداشتن به سر این زن میزنن، اینو به حساب ما ایرانی ها میگذارن. یعنی اینا آبروی و حیثیت ما رو بردن در جهان. همه که نمیدونن که ایرانیان مردمان نجیبی هستن، از خشونت بیزار هستن، مردمان دقیق الفکر حساسی هستن. اینا میگن اینا ایرانی ها هستن، اینا حکومتشون اینا تماشا با چه میکنن. بنابراین ما باید این دین رو نقد کنیم، بگوییم سنگسار منحوس است، بگوییم اعدام و دست بریدن و چشم بریدن و اونچه در باب زن هست اینها کار ضد بشری است و اینها از دین برخواسته. و ما باید بتوانیم دین رو از صحنه سیاست، نه جزئی، نه یک کمی، تمام کلیتش رو باید ما بیرون بکنیم، بفرستیم سر قبرها و مساجد که بودن، چون کار دین از قبر به بعده. حجت الاسلام جاش وزارت امور خارجه نیست، آخون امیر لشکر نمیشه باشه. ببینین ادبار و بدبختی و نکبتی که در جامعه ما هست از همینه آقای فروزنده. این است که اونایی که به ما برچسب دین ستیز میزنن، این کار یک سر خطاست. ما جستجوگر آزادی هستیم و مانعش رو امروز حکومت دینی میبینیم. آقای مشیری، وقتی میخوایم دین رو نقد بکنیم، یعنی ما یه مترهایی داریم که اون مترها رو میذاریم در مقابل محتوای دین و شروع میکنیم به نقد کردن، درسته؟ درود بر شما. بسیار. این مترای ما چیه؟ مترای ما عقل قربان. ببینید دین مبتنی است بر تسلیم و تعبد. زمینه تسلیم و تعبد و ایمان که بسیار بسیار خطرناک است و خطرناکتر از ایمان من چیزی نمیشناسم، این جایگاه خرد نداره، یعنی جایی برای عقل باقی نمیذاره. این در ایمان خرد و عقل جایی نه وجود نداره قربان. در ایمان شما وقتی مؤمن شدی به امری، در واقع همون شکل همون اسب عصاری است که ایدئولوگ که شدید دیگه استدلال رو قبول نمی کنید. بنابراین در اونجا خرد جا نداره.
متر انسانیت و خرد هست، انسانیت و خرد هست، یعنی تنها قاضی در این یونیورس، تنها قاضی که خوب و بد رو تشخیص میده الله مدینه و نمیدونم یهوه و اینا نیست، خرده آقای فروزنده، خرد. تنها ما با خردمون زندگی میکنیم، ما با خردمان هست که داره ارزش هستیم، اندیشه انسان هست که داره ارزش هست، خرد هست که خوب و بد رو تشخیص داده و این کشف های عظیم علمی که دستاورد انسان هست از خرد بود، از دین که نبوده، دین هیچ خدمتی نکرده، هیچ کشفی نکرده. دریغ یک قرص آسپرین که بماند که یک دوای نمیدونم دل دردم ازش بر نیامده. بنابراین از روزگار قدیم که نقد دین در واقع راجع است به یونان و دیاگوراس، دیاگوراس آف ملوس. میدونید که یونان مجموع جزایری بوده است، صدها بلکه هزارها جزیره، و چون اینجا حکومت مرکزی و مملکت بزرگ نبود، استبداد هم نبود، نمیشد باشه، حکومت های شهری بودن. بنابراین این فیلسوفا رو به اسم جزیره شون میشناسن، این دیاگوراس آف ملوس، یعنی دیاگوراسی که بچه ملوس بود، این ملوس جزیره است. این حدود 500 سال پیش از میلاد شاگرد دموکریتوس هست. دموکریتوس یکی از 4-5 مغز بیدار تاریخ انسان هست. دموکریتوس پدر اتمیسم هست. دموکریتوس کسی است که آمد گفت جهان ساخته از اتم هاست و غیر از اتم و خلاء چیزی نیست. امروز هم تعریفش همینه، میگوید به ظاهر ما گوناگون میبینیم جهان رو، اما در باطن از یک جنس هستن، همه اتم هستن. چنین سخنی 500 سال پیش از میلاد فوق العاده است. این دیاگوراس آف ملوس شاگرد دموکریتوس هست و این نخستین کس است که ما میشناسیم که دین رو نقد کرده، خدایان یونان رو نقد کرده. مشهور است، یکی از سخنان مشهورش این است که آمدن نگفتن آقا تو چرا دین رو قبول نمیکنی؟ ما معجزه رو دیدیم، کسانی که کشتی شکست، کشتی ها که کسانی که نجات پیدا کردن ما دیدیم و اسمشون هر چطور قرار گفت شما نجات یافتگان رو دیدین، آیا لیست اسامی غرق شدگان رو دارید یا ندارید؟ درجه هستید؟ یعنی اینکه یک نیروی خارجی مابعد و طبیعه دخالت نمی کند در این نجات کشتی و اساسا خداوند، حالا اینم خودش مقالطه است، کاری ندارد به رابطه حسن و حسین و تقی و نقی و اینها. این دیزم که در همین دوران روشنگری به وجود آمد میگوید که خدای بوده است، البته همون حرفای ابن سینا و ایناست که زدن که خدای بوده است و آرشیتکت یونیورس بوده، خلق کرده و بعد یه کاری به کارش نداره، چون قوانینی درش گذاشته و هست که خودمون قوانین جهان رو میگرداند، نیازمند دیوان اینترونشن یعنی دخالت مقدس یا مقدسگونه نیست، خودش داره با جاذبه‌اش حرکت میکنه. بنابراین در امور جزئی خداوند تأثیری نداره و دخالتی نمیکنه. این قوانین رو که گرداننده این هستی هست رو به هم نمیزنه، به خاطر دل حسن و حسین و تغییر کشتن و سر حسین رو بریدن، حالا خورشید جابجا بشه یا نمیدونم تیر علی اصغر زدن حالا ماه بگیری، اینا نیست، امکان نداره چنین چیزی. بنابراین عرض میکنم که نقد دین از این مرد شروع شده، شاگرد دموکریتوس، که زندانش کردن و پول زیادی خواستن که آزادش بکنن و خود دموکریتوس که استادش بود رو آزاد کرده. این مرد بزرگ نخستین ناقد دین هست در تاریخ یونان. و بعد ما خدمتتون عرض کنم که اپیکوروس یا اپیقور رو داریم. این مرد بزرگ پدر متریالیسم جهان هست، بسیار انسان بزرگ و بزرگواری است، خدا رو رد میکنه با استدلال‌های عقلی. تاریخ یونان متفکران بزرگ در ایران ما در واقع تا اونجایی که به اسلام عزیز مربوط است، اساساً کسی جرأت این که بگوید این کتاب کوچکترین ذره نقصی داره که نداشته که، آقای فروزنده که اولوپی الله این رو در منتهای کمال و جمال فرستاده که پر مغالطه است، آقا پر تضاد و مغالطه بود، عرض میکنم اظهار نظرهای غلط تاریخی و علمی و عرض میکنم که چیزهای ضد بشری و خشونت، 527 امر خشونت آمیز درش هست که دعوت به خشونت. واژه کارگر یک بار دلی به کار نرفته، سرمایه یک بار به کار نرفته، واژه کارفرما، تجارت مطلق در این کتاب شما نمی‌بینی، اما ماشاءالله دعوت به خشونت 600-700 بار، حمله کنید بسیار، توجه میکنید؟ واژه عشق هرگز، عشق اصلا صحبتش نکنید، اصلا با آخوندا بگید عشق، قیافش رو به هم میکشن، میگن که اصلا دون شأن آدم دین است که عاشق بشه، این زن اصلا قابل نیست کسی عاشق چی بشه. بنابراین هیچ کس جرأت نکرد در تاریخ ما بگه که آقا این قطع دست هم چیز درست نیست بابا، این
در واقع احکام جزایی قرآن که کاملا بیابانی و ساده است، شاید تمام احکامش یک ورق و نیم نباشه روی هم بذاریم. بعد آمدن و چه کردن؟ اعمال صحابه و سیرت رسول الله را اضافه کردن که بتوانن مغالطه بکنن، چون وقتی اسلام رسیده است به ایران این قبای بیابانی کوتاه بسیار کوتاه بوده بر اندام یک جامعه پیشرفته مدنی مثل ایران. بنابراین شروع کردن مغالطه کردن و اختراع کردن، و مشهور است که امام اعظم ابو حنیفه 80,000 مسئله فقهی رو طرح کرده و جوابش رو داده. فقها به وجود آمدن، مفسرین به وجود آمدن، چون این چیزی نداشته که عرضه بکنه. باری کسی جرأت نکرده به این آقا بگه چیز. آقا شما یک حرکت رو پس و پیش کنید، یک فتحه رو زمه بگید، آقا بگیرید عمامه ها رو پرت میکنن، داد و بیداد اینا. حالا در باب چی داره صحبت؟ در باب جن. شما فکرشو بکنید یک سوره مفصل در باب جن هست. این آقا اجازه نده فکر کنیم در محتوا چه میگه. ازش میپرسن آقا این خورشید شبا کجا میره؟ میگه در چشمه لجن، حماء مسنون، یعنی خورشید که ما شبا نمیبینی قرآن میفرمان میره در چشمه لجن فرو میره، صبح دوباره میاد بیرون. یا از اینجور حرفای واقعا عجیب غریب، ویرد به قول معروف، یا اینکه این کوها میخ زمین هستن، اوتاد الارض هستن، یا از اینجور حرفای بیهوده واقعا که اصلا ارزش علمی نداره. و کسی جرأت نکرده آقا اینا چیه، اینا اصلا با خلاف عقله. یا این همه تضاد آقای فروزنده. ببینید زندگی بنیانگذار اسلام در مکه مثل زندگی خمینی بوده زیر اون درخت در نوشاتو. خب اسلام عزیزه، زن باید آزاد باشه، نمیدونم چی باشه، آزادی باشه، کمونیستا باشن. این مرد مهیله که در واقع شیاد دروغزن کذاب یه حرفا رو میزن، به معنی که چماق دست افتاد گفت میزنم تو دهنتان، بسوزانید دشمنان اسلام رو نابود کنید. اقلن نمیدونم میگویند بیشتر 50,000 جوان ایرانی رو کشتن به دستور خمینی. این همین داستان رو در نظر بگیرید. بنیانگذار اسلام، شما آیاتش رو بخونید، در مکه که هست چون زور دستش نیست و آدمای بزرگی در اونجا، اون جرأت نمیکرد که دستور قتل و کشتار این حرفا رو بده. همه سخنان شاعرانه است، معمولا موجز کوتاه دستور نمیدونم فلان نیست. وقتی که نپذیرفتن سخنان ایشون رو و ایشون رو بیرون کردن که ایشون فرار کرده با ابوبکر، به معنی که رسیده محمد ابن جرید میگوید که به معنی که پای ایشون به مدینه رسید، گو آیه های صبر و احتمال فرو گذاشت و آیه های قتال صادر کرد. شروع کرده عرض میکنم که دستور دادن، کاروان ها رو زدن، مکیان رو کشتن و ایجاد رعب و وحشت کردن و مدینه رو تبدیل به یک کمپ تروریستی کردن. مدینه شهری در شمال مکه است، یک شهر آرام تجاری و کشاورزی بوده، تبدیل شد هر روز یه دست کو می آمدن یه چند تا سر بریده به دستشون تا تجسم کنی چه وضعیتی بوده. بنابراین در تضاد افتاده. شما حرفای خمینی رو اگر کنار هم بذارین کاملا متضاده، حرفایشون هم کاملا متضاده. آمدن چه کردن؟ خب مغلطه کاری نداره که، گفتن این ناسخ است اون منسوخ، یعنی خدا عقلش عوض کرده، بی عقل بوده حالا عاقل شده خدا، یعنی دیروز چیزی میگفته حالا چیز دیگه میگه، این چیز جدید اون چیز قدیم رو باشه صحبت کنید. اگه شما در ارتباط با آخونده هستید دیگه، آقای ناسخ و منسوخ چیه؟ این متشابهات و محکمات چی میگن؟ اینا جز مغالطه چیزی نیست، اینا پریشیدگی در این کتاب به حدی است که آدم گیج میشه واقعا. توجه فرمان هیچ که جرأت نکرد بگه جز دو تن آقای فروزنده، دو مرد دلیر، بزرگوار و دانشمند، هر دو ایرانی، ابن راوندی و محمد ابن زکریا رازی، آمدن به طور کل منکر نبوت شدن که آقا این دروغی بیشتر نیست و اصلا میسر نیست چنین چیزی. رازی میگه خلاف عدالت است که خدا بیاد یک نفر رو برکشه بگه تو برو و نماینده من هستی، اصلا چنین چیزی میسر نیست. ما معیار قضاوت ما خرد ماست، باعث خرد رو کار بیارن. هیچ چیز این اسلام و دین با خرد سازگار نیست. ابن راوندی هم میگوید کسانی که گفتن ما معجزه دیدیم جبرئیل فلان اینا، میگه همه توطئه و دروغ بوده و اتفاقا این دو ناقد بزرگ رو داریم ما به تصریح. فردوسی یکی از بزرگترین کسان هست که اون نیامده برخورد مستقیم بکنه با هد آن کلیژن به قول این جایها مثل رازی، درگیری مستقیم بله با مثل ابران، اما برای ما مردم سعی کرده داروی نیرومند بسازه با ساختن شاهنامه، با برکشیدن بزرگی ها و فرزانگی ها، با شخصیت سازی و اعاده حیثیت
که ما وقتی به این محتوای این کتاب پی بردیم این اسلام رو بسیار حقیر میبینیم. بنابراین علت دشمنی آخوندها با شاهنامه و فردوسی از اینجاست، میدانند، اونها میدانند. شما یک آخوند پیدا نمیکنید، اعلام کردم من، اگر شما وطنان عزیز من به منزلی آخوند رفتین یک شاهنامه دیدین بیاد بفرمایید من قبول میکنم، شاهدم نمیخوام، همه حرفامو پس میگیرم. محال آخوند و ملا و اهل دین یک کتاب شاهنامه در خونش داشته باشه، امکان نداره چنین چیزی، مگر انتیک باشه بخواد بفروشه پولشو بخوره. توجه میکنید؟ بنابراین فردوسی به گونه ای بدونی که با درد بخواد مستقیم رو برشه، درمان رو برای ما گذاشته، حکمت، خرد و فرزانگی، و خوب میدانسته چه میکنه، خوب میدانسته چه میکنه. ما حکیم عمر خیامی رو داریم با اون ربایی های بسیار بسیار حکیمانه که نقد دین میکنه. حافظ رو داریم، سعدی یکی از ناقدان بزرگ اسلام سعدی است، هموطنان ما شاید توجه ندارن، با هر حکم ضد بشری اسلام سعدی یک داستان شیرین ساخته در باب همین حکم فضولی بیمزه خنک، عرض میکنم که بیهوده که نهی از منکر کنید و نمیدونم چه، یعنی فضولی کار مردم دیگه، اون داستان زیبایی را آورده، بهترین داستان را آورده. برای هموطنان خواندم من که میگوید که من رفتم به یک جایی، دیدم یک دختر زیبایی بود، خیلی خیلی زیبا، ناگهان یک مرد سیاه پوست بسیار کریه المنظر اون رو در آغوش گرفت و من نتوانستم تحمل کنم. مرا امر معروف دامن گرفت، فضول آتشی گشت و در من گرفت، طلب کردم از پیش و پس چوب و سنگ که این ناخدا ترس بینام و نمیگه، زدم و سیاه فرار کرد. بعد این دختر یقه من گرفت و ای فلان شده یه فلان ابن فلان ابن کذا و کذا، من یک عمر منتظر این مرد بودم، تو گرماگرم از آغوش من او رو به در کردی. سعدی میگوید بنابراین اینو بوده ناقابل هر چیز ضد بشری. بنابراین سعدی به گونه ای نقد میکنه با بیان لطیف و داستانهای زیبا و زبان بی نظیر تا برسیم به احمد کسروی، و این ترند به قول معروف این رشته و این سلسله رو ما از ابتدا عبدالله ابن مقفع داریم در نقد اینها تا به امروز، و ایران تنها کشوری است که با این نبرد کرده در منطقه با شمشیر و با قلم مقابل این آیین بیابانی و نمایندگانش ایستاد ایرانی. و بعد حتی اختراع تشیع، اختراع تشیع یک ابداع بوده، یک ابداع ضد اسلامی بوده. تمام جهان، مسلمانان جهان، مسافرت بفرمایید تا میگی که من مثلا سنی هستم، به تقیه میگه خدا رو شکر که تو شیعه نیستی. چندی بار به من گفتم، ما رفتم پیش شیعه مسلمان، گفتم ببینیم چه میشه، قرار بودی کتابی نوشته بودم از آتن تا هیروشیما که این رو اینا تایپ بکنن باید اردو، گفت که شما چگونه مسلمانی، گفتم من حنفی هستم، گفت الحمدلله، گفتم چطور، گفت خدا رو شکر که شیعه نیستی، گفتم چیه مگه داستان چی شیعه، گفت جماعت شیعه لا یتکلم الا بالغرض، گفت مردم شیعه جز با غرض صحبت نمی کنن. و یکی دیگه شون این داستان دو سه بار به رحمت الله گفت، یکی دیگه از اون گوشه گفت کلهم یعبدون قبور، یعنی اینا پرستندگان قبر هستن. ما این کار کردیم که هویت ملی رو حفظ بکنیم و در مسیر اسلام مستقر نباشیم و در واقع رنگ آیین عربی نگیریم. این اختراع خیلی نبوغاسای بوده که گرده برداری از آیین باستان بوده، ولی همین اختراعمون امروز گردنمون، بله، به صورت دوالپا شده. بله 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 بله، درست قبول میکنم، خودمون رو خفه داره میکنه. بله امروز ما رو داره خفه میکنه، امروز یک دوالپایی شده که گردن ما رو میگیره. و من میخوام خدمتتون، حالا من وارد مباحث سیاسی نمیشم، کار دست شما بدم اینجا، اما اینها هرگز نه فکر میکردن، نه ارزه اون رو داشتن، نه تفکرش رو داشتن، نه لیاقتش رو داشتن، نه اینا مردم در ردیف گدایان بودن. اینها با گداها، گدا و آخوند و اینا یک درجه بود، 5 تومن میدادی من روزه میخوندم میرفت دنبال کارش. نبود بنیاد سیاست در مملکت ما در روزگار گذشته سبب شد که این خلأ اینجوری به این وش این عرض میکنن داستان پیش بیاد. بگریم سر نقد دین، امروز بسیار هستن ناقدان دین، امروز قلم ها آزاد شده، اینها بررسی شده، و یه علتی که مسیحیت محترم مانده این آخوندهای ما در قوم و جاهدی که مفخوری میکنن و امروز خوشن، فردا خوش نخواهند بود. اینا اگه به این اسلامشون و این چیعشون و این دستگاه ابو عبدالله الحسینشون اینها معتقد هستن که این باید بماند، بایستی بیرون بکشن از این
قضیه پاشون رو از این داستان دایره سیاست و آدمکشی و جنایاتی که میکنن، وگرنه این آینده نخواهند داشت آقای فروزنده در مملکت ما. و اسلام عزیز چون اجازه نقد نداده، اجازه بررسی نداده، همچنان خشک و جامد مثل روز اول باقی مانده. علت این مسیحیت توانسته محترم بماند دو چیز بوده: یکی درش نقد شده از روزگار لوتر، یکی همین که از سیاست کنار گذاشتن. حتی آمریکایی‌ها انقدر بزرگوار بودن که در تعریف سکولاریسم گفتن ما جدایی دین میکنیم از حکومت برای احترام و پاک داشتن دین، چون کار سیاست با خیلی چیزها مربوطه. بزرگان مسیحی هم کمتر از اینها جنایت نکردن در قرون وسطا که من ما شما داریم. من شما عرض میکنم هزار برابر اینا جنایت کردن. اینا قرن پنجم، یعنی از روزگاری که کار به دست کلیسای روم افتاده تا رنسانس و بعد، اینها جنایاتی کردن که این آخوندها به خواب هم نمیبینن، باور کنید. یعنی اینا بیشتر از خوشبختانه سوادش هم ندارن برن بخونن یاد بگیرن. سوادش هم ندارن. یعنی میخوام من به شما اینو بگم، حماقت و سفاحت این آخوندها، آخوند مسیحی، حاخام یهودی یا آخوند شیعه، همه فرق نمیکنه. اینها مردمان کم شعور بی شعوری بودن همیشه. یعنی اینا اومدن یک موش از کره در یک کشتی حاوی طاعون آمده است به اروپا. آمده اروپا سابقه طاعون نداشته. بیشتر از 60 میلیون اروپایی بر اثر طاعون از بین رفتن. اینا چه کردن؟ کلیسا اول یهودی‌ها رو متهم کرد. شروع کردن گردن زدن یهودی‌ها. دیدن طاعون داره میشه. جیپسی‌ها، یه عده جیپسی هستن. دورگرد کولیا‌ها. بعد گفتن آها، تقصیر این زنه. زن‌ها عرض می‌کنم از روح شیطان هستن، از دنده چپ نمیدونم چی، از این مزخرفات لاتایر. 500 هزار زن در اروپا به قتل رسوندن. در مقابل کلیسا آتش زدن به جهت این، گفتن شیطان رو، دیول رو فقط با آتش میشه نابود کرد. این است که اینا اینقدر احمق بودن واقعا، و ابزار شکنجه هاشون هنوز هست. یعنی اگر کسی یه سخنی میگفت که کوچکترین در اختلافی داشت با همین کتابشان، او رو یا میکشتن، سیاه‌چال میانداختن، شکنجه میکردن. بینندگان عزیز، در ادامه گفتگو با جناب بهرام مشیری از شما دعوت میکنم به یه ویدیو کلیپ توجه بفرمایید. پیام‌های بازرگانی رو نگاه کنید، برگردیم و در خدمت جناب بهرام مشیری خواهیم بود.